گزارش AS والوردا با 5 میلیون یورو کار پوگبا 150 میلیونی را میکند. سه مشتری جدی برای ترشتگن گلر آلمانی خواهد رفت. تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. گزارش AS والوردا با 5 میلیون یورو کار پوگبا 150 میلیونی را میکند. موضوع انتقال پوگبا از منچستر یونایتد به رئال مادرید کماکان ادامه دارد. روزنامه AS تیتر 28 دسامبر خود را به این موضوع اختصاص داده است و مدعی شده که زیدان در سال 2020 نیز خواهان آمدن این ستاره فرانسوی به برنابئو است. اما موضوعی که در گزارش ویژه روزنامه AS آورده شده است مخالفت مدیران رئال با خرید این بازیکن است. زیرا مهمترین موضوع قیمت بالای پوگبا با توجه به مدت زمان قراردادش با منچستر یونایتد هست. پوگبا تا سال 2021 با یونایتد قرارداد دارد و همین باعث مخالفت مدیران رئال مادرید شده است. موضوع دیگری که باعث شک و تردید برای خرید پوگبا شده است رخشش فید والوردا در ترکیب رئال مادرید هست. زیدان این بازیکن جوان اوروگوئی را به یکی از بازیکنان فیکس و تاثیرگذار تیمش تبدیل کرده است و همین موضوع باعث شده تا پرز مجبور به پرداخت مبلغ بالایی برای خرید پوگبا نباشد. زیرا مادرید برای خرید ستاره یونایتد دست کم باید 150 میلیون یورو هزینه کند. این در حالی است که خرید والوردا تنها 5 میلیون یورو هزینه برداشته است. ولی در حال حاضر ارزش این بازیکن در سایت ترانسفر مارکت به 50 میلیون یورو رسیده است. اما موضوع مهم اینجاست که زیدان تنها با خرید پوگبا راضی می‌شود و هیچ بازیکنی نمی‌تواند جای این ستاره فرانسوی را برای زیزو در خط میانه رئال مادرید پر کند. این در حالی است که سولشار سرمربی شیاطین سرخ به تازگی پوگبا را پس از پایان مصونیت در اختیار گرفته اعلام کرده قصد فروش این بازیکن در بازار نقل و انتقالات زمستانی را ندارد. سه مشتری جدی برای ترشتگن گلر آلمانی خواهد رفت. گزارش موندو دیپورتیو مارک آندری ترشتگن پس از 5 سال حضور در بارسا حالا مورد توجه سه تیم بزرگ اروپایی قرار گرفته و بارسا باید بیش از پیش برای حفظ او بکوشد. مارک آندری ترشتگن در تابستان 2014 با قرارداد به ارزش 12 میلیون یورو از مونچن گلادباخ به بارسلونا پیوست و پس از یک سال ذخیره کلادیو براو بودن تا امروز سنگربان شماره که این تیم بوده است. گلر 27 ساله که رقیب جدی مانوئل نویر در درون دروازه تیم ملی آلمان محسوب می شود حالا گزینه های جدی برای جدایی از بارسا پیش روی خود می بیند. طبق دایموندو دیپورتیو سه باشگاه یوونتوس، بایر مونیخ و پی اس جی حاضر به پرداخت هر رقمی برای جذب ترشتگن هستند و این بارسا را نگران کرده است. نگرانی وقتی بیشتر می شود که او پیش از ال کلاسیکو اخیر حاضر نشد مانده نشوندنش در بارسا را تضمین کند و گفت جدایی از بارسلونا در فوتبال هیچ وقت نمی شود گفت که در آینده چه اتفاقی می افتد. در حال حاضر می خواهم باشگاه را از خودم راضی نگه دارم و تأثیر مثبت خودم را روی تیم بگذارم. طبق این منبع نزدیک به باشگاه بارسلونا یوونتوس در اندیشه جذب یک گلر مطمئن و سطح اول جهانی هست. در حال حاضر شزنی سنگربان یوونتوس است ولی کیفیت او قابل مقایسه با ترشتگن نیست. ضمن اینکه بوفون نیز در آستانه بازنشستگی قرار دارد. پی اس جی با وجود جذب کلور نواس همچنان به جذب ترشتگن فکر می کند. نواس در 33 سالگی به سر می برد و مشخص نیست تا چه زمان قادر به حفظ کیفیت بالای خود خواهد بود. اما جدیترین خطر برای بارسا از ناحیه بایر مونیخ هست. الیور کان که به زودی جانشین رومنگه به عنوان مدیر اجرایی بایر مشغول به کار خواهد شد علاقه شدیدی به ترشتگن دارد و او را بهترین جانشین برای مانوئل نویر می داند. در واقع با وجود اخبار مبنی بر جذب مارک نوبل گلر شالکه به عنوان جانشین نویر این ترشتگن است که هدف اول بایر برای فصل بعد محسوب می شود. قرارداد ترشتگن با بارسا دو سال و نیم دیگر و تا ماه جون سال 2022 اعتبار دارد. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.